امیر ترکی فیصل یک مقام برجسته عربستان سعودی در کنفرانسی در واشنگتن بر ضرورت محاکمه بین‌المللی خامنه‌ای به خاطر جنایات ضد انسانیش در سوریه تاکید کرد و بی‌عملی و مماشات دولت اوباما در قبال دیکتاتور سوریه و رژیم آخوندها در ایران را به شدت مورد اعتراض قرار داد. وی که قبلا سفیر عربستان سعودی در آمریکا بود گفت رهبری رژیم ایران به دلیل فجایع در سوریه باید جهت محاکمه به دادگاه جنایی بین‌المللی تحویل داده شود. به گزارش از سیاست، ترکی فیصل ضمن حمله بی‌سابقه‌ای به سیاست مماشات دولت اوباما گفت عربستان به رژیم ایران اجازه نخواهد داد به مداخلات خود در بحرین ادامه دهد و قاطعانه علیه چنین اقداماتی در امور کویت، لبنان و یمن خواهد ایستاد. ترکی فیصل اظهار داشت اولین موضوع مهم برای عربستان در مورد رژیم ایران ضرورت عدم دستیابی این حکومت به سلاح اتمی است. او گفت هر اقدامی که به آزادی ایران از چنگال خامنه‌ای و سپاه پاسداران کمک کند ثبات را به منطقه خواهد آورد. این مقام عربستان در مورد سوریه اظهار داشت به جلاد مردم سوریه مسئولیت دادن لکه ننگی بر پیشانی جهان خواهد بود، کما اینکه ننگ کمک به بشار اسد بر دامان روسیه و چین خواهد ماند. ترکی فیصل خطاب به دولت آمریکا گفت چرا از وعده حمایت تسلیحاتی از اپوزیسیون سوریه عقب نشینی کردید، آن هم بعد از وعده‌هایی که کری و اوباما علناً و با قطعیت دادند؟ چرا چنین اظهاراتی می‌کنید که باعث شادی جنایتکاران می‌شود؟ رویتر از مخالفت قانونگذاران آمریکایی با هر گونه کاهش تحریم‌ها علیه رژیم آخوندی خبر داد. دانیل هارشا سخنگوی دموکرات‌ها در کنگره گفت رژیم تهران باید بداند که کنگره بر سر لغو تحریم‌ها سازش نخواهد کرد مگر اینکه برنامه اتمی خودشان را به طور کامل و قابل تاییدی از دور خارج کنند. سناتورهای آمریکا در پشت درهای بسته تحریم‌های جدیدی را مورد بحث قرار دادند که ممکن است به افت بیشتر صادرات نفت رژیم ایران منجر شود و حتی اختیارات دولت اوباما را هم برای استثناء قائل شدن در تحریم‌ها محدود خواهد کرد. کنگره آمریکا در تیر ماه گذشته به طور یک پارچه تحریم‌های جدیدی را که هدفش به صفر رساندن صادرات سالانه نفت رژیم ایران است تصویب کرد. رویتر افزود تحریم‌هایی که از سال 2011 توسط واشنگتن و اتحادیه اروپا بر رژیم ایران اعمال شدند، رژیم تهران را از میلیاردها دلار درآمد در سال محروم کردند. اتحادیه اروپا از قصد خود بر ادامه تحریم‌ها علیه شرکت کشتیرانی رژیم آخوندی خبر داد. دیپلمات‌ها به رویتر گفتند که این هفته دولت‌ها توافق کردند تا نامه‌هایی را به خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی و شعبات آن ارسال کنند و آنها را نسبت به این موضوع مطلع سازند. این تصمیم بخشی از تلاش اتحادیه اروپا برای مقابله با شماری از احکام دادگاه جهت لغو تحریم‌های اتحادیه اروپا بوده است. یک منبع گفت اتحادیه اروپا از هر گونه واکنشی از کمپانی‌هایی که هدف قرار بگیرند استفاده خواهد کرد تا تصمیم بگیرد چگونه تحریم‌های جدید را فرموله کند که مطابق آن دارایی‌های آن کمپانی در اروپا مسدود شود. بنروز معاون مشاور امنیت ملی کاخ سفید گفت آمریکا هیچ طرحی برای کاهش تحریم‌های رژیم ایران ندارد. به گزارش رویتر این مقام دولت اوباما و لزوم اقدام عملی توسط رژیم آخوندی تاکید کرد و گفت ما قبل از اتخاذ هر گونه تصمیمی درباره کاهش تحریم‌ها می‌خواهیم رژیم ایران گام‌های مشخص درباره برنامه اتمی‌اش بردارد. شبکه CNN از انتشار گزارشی از تشدید فعالیت‌های غنی‌سازی رژیم آخوندی خبر داد. بر اساس یک گزارش، مدت زمانی که رژیم ایران نیاز دارد تا اورانیوم کافی برای تولید یک بمب به دست آورد، بیش از حد کوتاه است. به گزارش تلویزیون CNN یک گروه ضد تکثیر تسلیحات کشتار جمعی که در آمریکا مستقر است در یک ارزیابی جدید از برنامه غنی‌سازی رژیم تهران گفت این رژیم ممکن است تنها به یک ماه برای تولید اورانیوم کافی با درجه تسلیحاتی برای دستیابی به بمب اتمی نیاز داشته باشد. این هشدار از جانب مؤسسه علوم و امنیت بین‌المللی در حالی منتشر شد
که قانونگذاران آمریکایی لایحه‌ای را مد نظر دارند که می‌تواند تحریم‌های موجود علیه رژیم ایران بر سر برنامه اتمی‌اش را تشدید کند. شبکه فاکس نیوز گزارشی از گسترش فعالیت‌های تروریستی رژیم آخوندی در آفریقا منتشر کرد. در این گزارش ویژه فاکس نیوز خاطر نشان کرد فعالیت‌های رژیم ایران به طور فزاینده‌ای در غرب آفریقا از جمله در نیجریه گسترش پیدا کرده است. گزارش فاکس نیوز با اشاره به ارسال 13 کانتینر سلاح از جانب رژیم آخوندی به نیجریه افزود در سالهای اخیر نیروی قدس پاسداران و حزب الله لبنان در جمع‌آوری اطلاعات در مورد هدف‌های خود به طور مشترک کار کردند. این گزارش خاطر نشان کرد رژیم ایران به دنبال گسترش افکار خمینی در آفریقا است. به ادامه خبرها توجه فرمایید. نماینده رژیم آخوندی در سازمان ملل با اذعان به فشار تحریم‌ها مدعی شد که تحریم‌ها نقض آشکار حقوق بین الملل و در تضاد با اهداف و اصول منشور ملل متحد است. غلام حسین دهخانی که در نشست کمیته دوم مجمع عمومی ملل متحد صحبت می‌کرد با آه و فغان گفت جمهوری اسلامی عمیقاً بر این باور است که این شیوه برخورد با کشورهای در حال توسعه با حق صلح، توسعه و امنیت کشورهای مستقل، تجارت، کشتیرانی آزاد و نظام بازرگانی چند جانبه مغایر است. آخوند صدیقی امام جمعی رژیم آخوندی در تهران بر ادامه جاه طلبی های اتمی رژیم و غنی‌سازی اورانیوم تاکید کرد. مرحله دوم مسئله ادامه غنی‌سازی است. این حق مسلم ماست و ما هم در این مسئله کوتاه نیامدیم و نخواهیم آمد. این را حق مسلم خودمون میدانیم. مرکز آمار رژیم آخوندی از آن کرد که نرخ بیکاری در ایران تحت حاکمیت ولایت فقیه به مرحله بحرانی رسیده است. به گزارش خبرگزاری حکومتی مهر، عادل آذر اعلام کرد اگر نرخ بیکاری جوانان که همکنون 26% است، دو برابر نرخ بیکاری کل باشد، به معنای این است که از نظر نرخ بیکاری در منطقه بحرانزا قرار گرفته ایم. این رسانه حکومتی افزود، وی نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 سال را نزدیک به 26% که رقم بسیار بالایی است اعلام کرد و گفت بالاترین نرخ بیکاری جوانان در استان لرستان بالای 50% که رقم بسیار بالایی است.